اولین بار ایشون من آشنا کرد با شیشه، مصرف شیشه، و من ماهی یه دفعه خیلی به ندرت، هر وقت میشد، هر وقت که یا خودش مثلا برای من تهیه میکرد، به خاطر اینکه بعدها فهمیدم مسئله اینه که من مصرف کنم که اون جا داشته باشه تو خونه من برای مصرف کردن، یعنی من آلوده کنه که یه شریک جرم داشته باشه، حالا برای هر چیزی، برای مخارجش، برای جای مصرفش و اینا. وقتی که بعد به من اینجوری میگفتن که اعتیاد نداره، طبق معمول مواد مخدر که اول به آدم وام میده و سرخوش میکنه و اوائلش آلوده آدم نیست، فکر میکنه هر وقت بخواد میتونه مصرف کنه، هر وقت نخواد نه. منم به این درد دوچار شدم که بعد یواش یواش بهش آلوده شدم و اگه مصرف نمیکردم که نمیتونستم زندگی کنم. مصرف شیشه رو یا کرک رو برای جوان‌ها و به خصوص برای خانم‌ها تجربه لذتگر داشتن رو، لذت بردن رو میبینم، یه تجربه خوش و خوب، چیزی که بهشون میگن. هیچ احساسی نداشتم اولش. خب چرا؟ بهم خیلی لذت میداد، خیلی لذت میداد، مثلا هیچ فکری نمیکردم، واسم هیچی مهم نبود، مثلا میگفتم این داد میزنه ولش کن میرم، مثلا میرفتم مثلا مصرفم رو زیاد میکردم. تا چند وقت اینجوری بود؟ این حس خوب رو داشتی؟ تا 6 ماه. بعد از اون؟ کم کم شد، خیلی کم شد، رفته رفته این حس، چون بعد دیگه به هم لذت نمیداد، خسته میشدم اینکه هی میرفتم دنبالش، اذیت میشدم، چون اولش بود همیشه کنارم بود ولی بعدش بسام سخت بود چون بعد خودم میرفتم دنبالش. بعد تو پولش از کجا میبردی؟ دزدی میکردم. از کی دزدی میکردی؟ یا از مال مامانم یا از پدر بزرگم، نمیفهمید. بعدم که از اینو مثلا با یکی از یار بازیم که حالا مثلا سوار تاکسی می شدم، علیکی وای می سادم سر چهار سوار تاکسی می شدم، وقتی که جلو که من می شستم، بعد اونم می اومد عقب می شست، بعد مثلا خفتش می کرد، مثلا پولاشو می ده، بعد دور پیاده می شدیم. به
بسیاری از زنانی که معتاد به این مواد محرک به خصوص شدن، واقعا باورشون نمیشه که دچار مسئله اعتیاد شدن و این اعتیاد برای اونها معضل و مسئله آفریده. اوایلش اصلا فکرشو نمیکردم، فکر میکردم که من با بقیه فرق میکنم، من قرار نیست به اونجا برسم که اون کارتون خواب رسید. اما برای خودم پیش اومد، کارتون خوابی هم کردم، اونجا متوجه شدم که آره منم خب یعنی همه ممکنه به اینجا برسم. وقت بخیر. نه نه بشین راحت، ممنون، شما هم خواسته نباش. با هاتون چند دقیقه میخوام صحبت بکنم. با کدومتون شروع کنم؟ خودتون چند سالتونه؟ 33 سالتونه؟ از اولم تهران، یعنی تهران به دنیا اومدید، تهرانی هم هستید؟ بچه هم میدونه قاره؟ درست، 33 سالتون هم هست. مواد مصرف میکنید؟ بچه میدونه قاره؟ شیشه میکشه. این پارک هم میدونه اسمش چیه؟ بله. چی پارک اسمش چیه؟ این پارک حقانی تو محدوده میدونه قاره، دروازه قار میدونه قار. بله. شیشه مصرف میکنید؟ با شیشه مود احتیاطتون شروع شد؟ بله. دقیقاً با شیشه. کی آشناتون کرد با شیشه؟ خودم بودم. دوستان کیا بودن؟ شما کیا؟ مثلا دوست اگه تولدی بود رفته بود. تولد و اینا. چه علائمی داشت که دوست داشتید مثلا شیشه رو شروع کنید؟ دیدم بیخوابی دارن. بیخوابیش صرفا یا نه؟ نه فقط بیخوابی. چون علائم دیگه‌ای هم داره که احیانا خودتون میدونید که من میخوام خودتون اشاره کنید. شیشه به جز بیخوابی علائم دیگه‌ای هم داره که تو پارتی‌ها گاهی اوقات ممکنه مفید باشه. نه برای من میگم فاز نمیدم، توهم میگیرن. چلا نکنم بیشتر. هیچ فاز دیگه واسه وجود نداره. نه فاز توهمش نشه. هیچ کدومش نه. فقط فقط صرف کم خوابی و چی بیخیالیش فرمودی؟ کم بیخیال. بیخیال بیخیال. اولین کسی که به من داد کلا موادو، اون اطلاع داشت از اینکه چی داره دست من میده. من خودم نمیدونستم که واقعا چقدر خطر داره واسم، به کجا کشیده میشم، به کجا کشیده. اما دوستم بهم داد، خوشم اومد، چیزهای دیگر بهانه کردم که دیگه بتونم استفاده بکنم، چون خوشم اومده بود ازش. خوشم گفت یه دود بزن کاریت نمیکنه، یه دود یه دود، همین یه دود یه دود گرفتم. همون دود اولی که گرفتم مزهش اومد زیر زبونم. فکر میکنم که اگر ما بتونیم شرایط مناسبی برای جوونا و فرزندانمون ایجاد بکنیم که اونها لذت ببرن از زندگیشون و خوشحال باشن، شاید کمتر برن به سمت مواد. یعنی بسیاری از اینا میگن ما رفتیم رو تجربه کنیم برای که گفتن خیلی حال خوشی میده. خب حالا باید اینا یاد بگیرن که حال خوش رو باید یه جای دیگه و یه نوع دیگه داشته باشن. حال خوش رو نبا مصرف موادی که میتونه تمام سالهای عمرشون اونا رو درگیر کنه. خب اسمم الهامه، 19 سالمه، توی شهران زندگی میکنم، غرب تهران. 6 سال و 6 ماه پیش شروع کردم. یه همکلاسی داشتم که یه برادری داشت، دو تا بچه بودن. خودم بچه دوم خانواده هستم. خواهرم متولد 59، 11 سالم من بزرگترم. بعد با برادرش شروع کردیم، 3 نفر بودیم، 6 سال و 6 ماه پیش شروع شد. یک سالی مصرف شیشه داشتم، فقط سیگارم نمی‌کشیدم، مصرف مشروبم نداشتم. بعد از یک سال چون که اثر خوبی روم نداشت، مجبور شدم جایگزین کنم، حشیش رو جایگزین کردم، شیشه رو مصرف نمی‌کردم دیگه تا یک سال پیش. تو این چند سال که فقط روانگردان مصرف میکردم، قرص، هنسی، حشیش، تا یک سال بودیم با هم، هم خواهرش بود هم خود برادرش بود که ما تا 6 ماه پیش نامزد کردیم، با هم زندگی کردیم 6 ماه. تو این 6 ماه مصرفم خیلی رفت بالا، حشیشم خیلی کم شد، روزی 4 گرم. تا روزی که تصمیم گرفتم که اونو ترک بدم، اونو ترک دادم، ترکم کرد، رفت. تا موقعی که اومدم اینجا
واقعا عقب افتادم از زندگی، از خیلی چیزا، خیلی چیزا، خیلی کسا و خیلی چیزا رو هم از دست دادم به خاطر اینکه مصرف مواد داشتم، اخلاق خوبی نداشتم، دائم در حال دعوا کردن بودم، دائم در حال جر و بحث بودم. وقتی عصبانی میشدم چون آدمی بودم با کسی حرف نمیزدم، شنونده خیلی خوبی بودم ولی حرف نمیزدم، چیزی به کسی نمیگفتم، میریختم تو خودم، بعدش هم خودزنی. واقعا جنون بود چون از دیدن خونی که رو دستم میدیدم آروم میشدم، سریع عصبانیتم فروکش میکرد که وقتی از اتاقم میام بیرون نرم دعوا کنم، با مامانم جر و بحث نکنم. یه بار خودکشی کردم که واقعا حالم بد بود، یه هفته تو کما بودم، هفته بعدش هم که اصلا هیچی حالیم نبود، سر هیچی، واقعا سر هیچی، سر همین دوستم که چرا مثلا برفرزانستا چرا اهمیت نمیده دیگه به من. خب این کاملا مشخص بود به خاطر اینکه من مصرفم واقعا زیاد شده بود، در حدی که هیچکی منو نمیتونست تحمل کنه، نه لحاظ اینکه بخواد نگام کنه، نه لحاظ اینکه بخواد به حرفام گوش بده. ولی اگرم اومدم اینجا چون واقعا به ته خط رسیدم، دیگه فکر نمی کنم چیزی مونده باشه واسه عد دست دادم. کسی رو که دوستش داشتم خیلی براش زحمت کشیدم، الان ترک کرده، نه مشروب، نه مواد مخدر، هیچی. ولی اون با پاک شد، بعد نگاه کرد به من، دید واقعا نمیتونه با من توی خیابون راه بره، منو ترک کرد. یک هفته بعدش هم من به شخصه تصمیم گرفتم که بیام اینجا. الانم از اومدنم هیچ وقت، یعنی از روز اولم حتی توی فیزیکم که بودم، یعنی درد فیزیکم که داشتم، پشیمون نشدم از اینکه چرا ترک کردم، حتی دلتنگ کسی هم نبودم، چون میدونم که از روزی که برم، از اینجا برم، بعد 28 روز بعد دورم، همه جا دارم، تو هر خونه یا فاملام برم جا دارم، ولی با اون وضعیتش که من قبول ندارم. یکی از عللی که فکر میکنم بیشتر آدم رو سوق میده به سمت خلایی که توش به وجود میاد با مواد مخدر پر کنه اینه که آدم خودش رو نمیشناسه و اون خلای من و محبت و خانوادم و عشق و اون چیزایی که گمش کرده بودم و برام عادی شده بود الان مجددا داره برمیگرده و جایگزین مواد و چیزایی که در واقع من از انسانیت دور میکنه داره جایگزین میشه و پر میکنه. من این انقدر لذت بخشه که اصلا هیچ جوری نمیشه مقایسش کرد. خانواده بزرگ شدم که با مواد مخدر سیگار هیچ ارتباطی نداشتم، مادر نداشتم ولی پدرم اصلا برای من کمبود نمیذاشت، یعنی جای خالی مادر، دوست، پدر، همه چیز برام پر کرده بود. از لحاظ مالی هم که خوب مشکلی نداشتیم، پدرم وکیل بود، ساپورت مالی میشدم. دختر 16 ساله بودم که به خاطر اینکه دیدم بابام تنهاه با اولین خواستگار جواب مثبت دادم، به محصه رفتن خونه شوهر باردار شدم. تقریبا پسر بزرگم 5 ماهش بود که متوجه شدم که تریاک مصرف میکنه. یعنی از بوهایی که تو ذهنم مونده بود همسایه‌مون مصرف میکرد به من میگفت آره این بوی تریاکه، دیدم بوها رو خودش گرفته. بعد رفتم خونه بابام، گفتم من نمیخوام زندگی کنم دیگه با این آدم، این معتاده. بابام حمایت کرد، یک ماه تو خونه‌اش بودم، بعد به واسطه خانواده و به خاطر بچه و اینه دوباره برگشتم. باز یک گروهی از خانما رو ما داریم متاسفانه که بسیار بر من دردناکه، خانمایی که بعد از ازدواج با اجبار همسرشون به اعتیاد کشیده شدن. این بخش از خانما واقعا به نظر من مظلومن.
کسانی که اصلا نه خانواده معتاد داشتن، نه دلشون می‌خواسته اعتیاد داشته باشن، ازدواج کردن و به امید یه زندگی